میخوام واقعا من تعهد بدم برای حاج آقای رئیسی 5 میلیون رأی رو بادرومی ها بیارم. بادرومی های عزیز، مقتدرانه باید شرکت کنید. نه تنها خودتون وظیفه دارید، تمام اطرافیان خودتون رو پای صندوق های رأی بیارید که حتما حاج آقای رئیسی. تشخیص من حاج آقای رئیسی، امیدوارم شما هم به تصمیم مدیریت شرکت اعتماد کنید و شما عزیزان هم انشاءالله پای صندوق های رأی رأیتون حاج آقای رئیسی باشه. بسیار ممنونم از علی. همین جان، این اشک تمساحی که آقای قربانیان میریخت و میگه 5 میلیون بادرانی، الان همون مردمش همین 5 میلیونی که من گفتم هزاران نفر و الان خودش میگه 5 میلیون مردمی که ایشون سرشون رو ببخشه کلاه گذاشته و میلیاردها تومان پول رو برده با وثیقه 1200 میلیاردی، الان میبینم همسرش در داخل زندانه. آقای جباری در خدمتتون هستم، چیه قضیه؟ واقعیتش جناب خسروجردی، اگر خاطرتون باشه، اولا عرض ادب و احترام دارم، انقدر من محو این کلیپ آقای قربانیان شدم که فراموش کردم. عرض ادب و احترام دارم خدمت همه بینندگان عزیز، امیدوارم که حالشون خوب باشه در هر جای دنیا که دارن صدا و تصویر ما رو میبینن. ببینید، طبق روال همه مدیریت های معیوب در فوتبال ایران و در سیستم فاسد ایران، این همین کلیپ یقین بدونید چند صد هزار میلیارد رانت برای آقای قربانیان داشته. ببینید، ما اگر برگردیم به عقب، در فکر میکنم یک سال گذشته در همین برنامه راجع به این افراد صحبت کردیم، همون زمانی که آقای عزیزی خادم داشت تلاش میکرد خانم شهره موسوی رو به عنوان نایب رئیس بانوان فدراسیون فوتبال انتخاب بکنه، ما اعلام کردیم که ایشون مدیر یک شرکت هرمی و گلکویسی است و حالا میبینید که یک کلاهبرداری 8000 میلیاردی و 3000 نفر مال باخته. این اتفاقات تو فوتبال ایران بسیار عادی و روتین هست و ما دیگه سورپرایز نمیشیم و توقع تعجب نباید از مردم داشته، دیگه مردم گوششون عادت کرده. وقتی رئیس فدراسیون فوتبال ایران کمتر از 11 ماه 667 میلیون تومان برای خودش دریافتی داره، وقتی 300 میلیون تومان برای خودش پاداش صعود به جام جهانی در نظر میگیره، 128 میلیون رو نمیخواد عودت بده، و از اون طرف سرپرست تیم ملی که به نظر من نه تخصصش رو داره نه جایگاهش رو داره، نزدیک 1 میلیارد و 130 میلیون تومان پول میگیره، اینها چیز عجیب و غریبی نیست. آقای خسروجردی، من نمیخوام اسم ببرم از شخص خاصی، ولی یکی از کارمندان رده میانیه یکی از کمیته‌های فدراسیون فوتبال که دوست خوب من هست و به خاطر شرایط کاری و مشکلات معیشتی در ایران من نمیتونم اسمش رو ببرم، به اینها گفتن 3 ماه صبر بکنید تا حقوق بتون بدیم. آقایون، شما انصاف دارید که یک کارمندی که مستأجر و هزارون مشکل داره 3 ماه حقوق دریافت نکنه و دائما شما از خزانه خالی صحبت میکنید؟ و از اون برای آقای میرشاد ماجدی در برنامه فوتبال برتر ما حقوقای همه کارمندا رو دادیم، چیه اصلا؟ من ایشون یه صحبتایی داره میکنه که من عملا به همون تتم اعتبارش در فوتبالم دارم شک میکنم. ببینید آقای خسروجی، ما در خصوصی با هم صحبت کردیم، اینها روال نرمال همه مدیران تو این سیستم هست که دائما میان از نبود پول و خزانه خالی صحبت میکنن. من سوالم اینه، اگر به شما و یا هر کسی که یه بنگاه اقتصادی رو به پیشنهاد بدن برای مدیریت به عنوان مثال به بنده، و من یقین داشته باشم، حالا با توجه به اینکه مدت ها تو اون مجموعه دارم کار میکنم، آقای ماجدی هم مدت هاست داره با عزیز خادم کار میکرد و تمام شرایط ریز و درشت فدراسیون فوتبال رو میدونه، پس چجوری میاد قبول مسئولیت میکنه؟ آیا یه آدم، یه انسان سالمی میاد خودش رو زیر بار فشار ببره، تحت فشار باشه، پول نداشته باشه، خانوادهش به قول معروف دچار مشکل بشن و دائم هم از بیپولی حرف بزن؟ اینها دروغ فرافکنیه. و میگم همین آقای ماجدی الان تلاش میکنه از یه سمت، چون عزیزی خادم داره تلاش میکنه لابی میکنه برگرده، هم اون برا داشته باشه هم آجرلو رو داشته باشه، از یه طرف دیگه هم حرفا و هم تناقض داره. ببینید
از یه طرف ببینید شما نگاه کنید عزیز خادم، روزی که من در آرشیف دارم، روزی که اومد با آقا ما 10 میلیون یورو پول میاریم، من در آرشیف ویدیوشو دارم در مناظره قبل از انتخابات، ولی وقتی اومد رفت سازمان برنامه بودجه 60 میلیارد گدایی کردن واقعا. اون مشاور حقوقیش آقای خودش میگه من مشاور حقوقی یک ریالی هستم، التماس میکرد به داورا میگفتن توپو بادشو کم کنید بذارید تو ساکتون بیاد. اینها خجالت آوره. من واقعا برای تیم ملی نتایج خوبی رو در نظر نمیگیرم، یعنی واقعا آینده خوبی برای تیم ملی در نظر نمیگیرم با این وضعیتی که داره فدراسیون ببخشید مثل مملکت و حسین قلی خانی داره پیش میره، شرایط بدی رو بر آینده تیم ملی و فوتبالمون در نظر نمیگیرم.